در قرقیزستان بر اثر ترکیش تصادفی نارنجک دو نورسی از 10 ساله خردتر به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی میگویند از احتمال دور نیست که این نارنجک را در منطقه مرز با تاجیکستان فراموش کردند. سالهای 1999-2000 در ولایت بادکند هم مرز با تاجیکستان، حکومت قرقیزستان بر ضد آشوبگران حرکت اسلامی ازبکستان عملیات پیش برده است. در شهر شرقی دنیتسک اوکراین هزارها نفر به طرفداری از یک پارچگی کشور گرد همایی تشکیل کردند. در دنیتسک سلاح بدستان روبه روسیه بناهای حکومتی را تحت تصرف خود قرار دادند. فعالان جمع آمد روز پنجشنبه اظهار نمودند که روس زبانهای شرق اوکراین به حمایت روسیه نیاز ندارند. آنها شعارهای دنبس اوکراین است و پرچم بزرگ اوکراین را بالا برداشته سرود ملی این کشور را زمزمه کردند. دو روز این جانب یکی از پیشواهای مخالفین روسیه الکسی نوالنی به دادگاه شهر مسکو حاضر می شود. یک وکیل مردمی دعوا دارد که نوالنی توسط شبکه اجتماعی تویتر به شأن او لطمه زده است. نوالنی تاکید می کند که عیبنامه جلوی سیاسی دارد. نوالنی در حبس خانگی بوده، حق ندارد از شبکه های اجتماعی استفاده برد. روز جمعه در شهر لندیکوتلی ولایت خیبر پختونخوای پاکستان در پی سلسله ترکیش ها بسیاری از فروشگاه ها و کارخانه ها بسته بودند. منصبداران محلی تخمین کردند که ترکیش های شب پنجشنبه به جمعه در پایگاه نظامی تصادفاً به عمل آمدند، نه در نتیجه حمله طالبان. در باره تلفات و خسارات از این حادثه اطلاع پخش نشده است. و همچنان در شهر پیشور پاکستان عبادت عرفه عید فصحا آغاز یافت. در شهر پیشور مرکز ولایت خیبر پختونخوای پاکستان تقریبا 70 هزار نصرانی اقامت دارند.